مولوی مجیب رحمان انصاری در انفجار در مسجد ایراد کشته شد. دقایق قبل از وقوع دو انفجار در ولایت ایراد خبر داده شد. منابع می افزند که این دو انفجار در مسجد جامع گذرگاه ایراد رخ داده است و مولوی انصاری خطیب این مسجد در پی انفجار کشته شد. مولوی مجیب رحمان انصاری خطیب مشهور اهل ایراد بود. او سالهای زیادی بود که در مسجد جامع گذرگاه ایراد در جوار مزار خواجه عبدالله انصاری خطیب بود. گفته می شود که در این انفجار برادر مولوی انصاری و 13 تن از محافظان مولوی انصاری نیز کشته شده است و تعداد زیادی از نمازگزاران همچنان جان باختند. شریعت مقدس اسلام گفته ما یک عورت داریم، یک حجاب هست، سر تا پای زن باید پوشیده باشه، اما امروز روی زن میبینیم که اکثرا خانم ها روی خود را نمی پوشانند، در حالتی که حجاب رو هست. بناهن به این واسطه اشاره شده و الرجال قوامون علی النساء هست، مردها سرپرست هستند. به این واسطه ما وقتی جمله ای به کار بردیم که مردان با غیرت زنان با حجاب دارن، مردان بی غیرت زنان بی حجاب دارن، تا مرد احساس مسئولیت بکنه. زن چیزی نمیفهمه، چیزی نمیدونه، داخل خانه نشسته هست. مسئولیت مرد هست که باید او را متوجه بسازه، همان طوری که مسئولیت مرد از لحاظ نفقه هست که شکم زن را سیر بکنه، باید متوجه دین و دینداری از او باشه. روی این مسائل ما مسئله انگیزه برای مردها دادیم تا مردها بیشتر احساس مسئولیت بکنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر که ایجاد کردن هم نگرانی های خلق کرده و هم انتقاد های برانگیخته، مخصوصا این که شما چند پیش گفته بودین که اگر افراد را به جرم دزدی یا فساد اخلاقی ببینین خودتان مجازات خواهید کرد مطابق شریعت، و ایرا هم مقام های دولتی هم نوع تشبث میدونن در کار نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای حراست از قانون. در قسمت این که گفتیم که اگر مجرمی رو ببینیم او رو به جزای میرسانیم، من خودم نگفتم شخصا او را به جزای اعمال از او میرسانم. ما دارالافتا گفتیم، دارالافتا ده ها نفر از علما و مفتی صاحبان هستند که به فتوای علما و هر آنچه که علما فتوا بدن و دارالافتا هر تصمیمی که بگیره، و دارالافتا هم از کجا سرچشمه میگیره؟ دارالافتاییه که مردم رو ایجاد کردن، خواسته مردم هست، و همانطوری که در قانون اساسی ماده اول و دوم و سوم رو وقتی نگاه کنیم که باید به این مملکت فساد نباشه، باید ترویج فحشا نباشه، مجلس مستقلانه و موازی با نهادهای عدلی و قضایی باید بود.
فعالیت مستقلانه نیست. همال فعلا ما وقتی که با خیلی از مسئولین هماهنگ هستیم، حتی بعضی از مجرمینی که اون نیاز به تنبیه بیشتری داشته باشه، نیاز به حبس داشته باشه، نیاز به زندان داشته باشه، ما به حکومت تسلیم میکنیم. چون خودم از خود زندانی نداریم که ما بیایم اون زندان بکنیم، فقط یگانه برخورد ما با انسانهای مفسد. من نمونه تن از این طریق که انشاءالله درست و صحیح پخش بشه، من برای بینندگان ایر میگم که معلم شاگرد خور آورده که با او فساد بکنه، آیا با این معلم چگونه برخورده باید کرد؟ یک زن مسکین با یک سارنوال روبرو میشه و مشکلی داره و سارنوال میگه 2 ساعت خود در خدمت ما بگذار و بالاخره او ما دستگیر کردیم، او تأدیبا جزا دادیم، به خاطر ادبش او جزا دادیم. یک خانم در یک کلینیک کار میکنه، مسئول بخش او کلینیک میگه به خاطر که اگه تو خودت در خدمت ما نگذاری ما تو را از کلینیک میکشم، و او زن میگه ما چند نفر خرج خور دارم و بالاخره باید ما قضای از او را آماده بکنم، ما به این واسطه این تنر به این ذلت و خاری دادم. شما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر دوست، این ظلمی که گرگ صفتان میاین بر سر خواهران ما به این طریق انجام میدن، اگر حکومت کو دستگیر میکنه از این دروازه میره، از اون دروازه دیگه بیرون میشه، یا چارقران به خود میگیره و بالاخره رخصت میکنه. به خاطر اینکه ما امروز شاهد ده ها قضیه جرمی هستیم که مجرمین داخل زندان نشسته اند و بالاخره راحت، اما جرم خود را کردن، اختطاف کردن، ظلم کردن، قتل کردن، غارت کردن، ولی راحت نشسته اند. منطقه گازرگاه 20 روز میشه دروازه های خانه ها بازه، با امنیت کامل زندگی میکنن. ما دستم قطع نکردیم، سنگسار هم نکردیم، ولی مفسدین تنبیهن همو اندازه‌ای که دارالافتا برای ما اجازه داده بود اونها را تنبیه کردیم و به جزای اعمال رساندیم، و بعد از تنبیه خود و افراد و اشخاص هم فهمیدن که این راه و مسیر ما اشتباه بوده و غلط بوده و ما دیگه در این راه و در این مسیر روان نمی‌شیم. سوال آخر، کار شما محدود به محدوده گازرگاه هست؟ اجرائیه یا در محدود گازرگاه هست، ولی پیامی که به گوش همه ملت افغانستان رسیده و خوشحالیم که حرکت امر به معروف و نهی از منکر از اکثریت ولایات افغانستان حمایت شده و پشتیبانی شده و الحمدلله از طریق منابر در اکثریت ولایات افغانستان صحبت شده و حتی بعضی از مسئولین داخل نظام اعلان حمایت کردند، داخل پارلمان اعلان حمایت کردند از این حرکت، و این حرکت در ساحه گازرگاه جنبه عملی داره فعلا، و در بیرون از ساحه گازرگاه جنبه تبلیغی و ابلاغ و رساندن برای دیگران هست، به امید آن روزی که کل افغانستان در امن و در امنیت و در آسایش و در آرامش زندگی بکنه. نکته اخیر میخوام اشاره بکنم که بارها و بارها فریاد ما از منبر و از اینجا بلند شده که جمهوری اسلامی افغانستان بیش از 25 وزارتخانه داره، نمیتونه یک وزارتخانه وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه.